بایسته های ارتباط جنسی با همسر. بایت های همبستری. در ارتباط جنسی باید به برخی از نکات بسیار مهم توجه داشت تا بتوان یک رابطه جنسی مطلوب را با همسر تجربه کرد. عدم توجه به این بایستگی های ارتباطی می تواند زمینه ساز نفرت هر دو شریک جنسی و یا آسیب رسیدن به دیگری باشد. برخی از این بایسته ها را با هم مرور می کنیم. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نیکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نیکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. بایسته های ارتباط جنسی با همسر. 1. برای ارتباط جنسی خود یک زمان مشخصی را در روز مشخص کنید. سعی کنید قبل از فرا رسیدن زمان آن با همسر خود شوخی هایی داشته باشید و به ایما و اشاره این امر را برسانید که دوست دارید امروز و یا امشب با هم رابطه جنسی داشته باشید. این سخن ما به این معنا نیست که در هفته روزهای مشخصی را بدین امر اختصاص بدهید، که این هم بد نیست، ولی سعی کنید توجه به نیازهای فلبدای همسر خود را داشته باشید. 2. حتما قبل از ورود به رابطه جنسی و بهداشت خود توجه کنید. شاید تصورتان این است که منظورمان بهداشت جسمی است. بهداشت جسمی بخشی از سفارش ما به شماست و همه آن نیست، چرا که شما بر اساس تجربه‌ای که تا به حال با همسر خود داشته اید به این امر توجه داشتید که بهداشت و نظافت اندام خود، به خصوص نظافت اندام تناسلی، یک امر اجتناب ناپذیر است. ما می‌خواهیم یک چیز دیگر را به شما بگوییم و آن توجه به بهداشت روان خودتان است. زن و شوهری که با استرس و یا استراب و یا ذهنی مشغول نسبت به روز گذشته خود و یا فردای خود وارد رابطه جنسی شوند، نمی توانند از روابط جنسی میان خود و همسر خود لذت کافی را ببرند. مردی که با استرس وارد رابطه جنسی شود، نمی تواند همسر خود را برای یک رابطه جنسی مطلوب آماده کند و نیز زنی که هنوز ذهنش به کارهای روز گذشته و یا فردایش هست، توجهی به نیازهای همسرش در حین ارتباط جنسی ندارد و سعی می کند هرچقدر زود شده از رابطه خارج شود. پس لازم است زوجین قبل از ورود به رابطه جنسی تمام دغدغه ها و ذهنیت های مشغول خود را رها کرده و سعی کنند یک رابطه خوب را با همسر خود داشته باشند. توجه به بایسته های جنسی همسران می تواند زمینه ساز لذت بیشتر از رابطه شود. بایسته های رابطه جنسی. 1. تغذیه مناسب قبل و بعد از وارد شدن به رابطه جنسی. یکی از موارد بسیار مهمی که باید در ارتباط با همسر به آن توجه کنید، تغذیه مناسب قبل و بعد از ارتباط جنسی است. در روایات اهل بیت علیهم السلام افراد را از آمیزش با شکم پر اجتناب دادند. در روایتی از امام رضا علیه السلام نیز این گونه نقل شده است که فرمودند با زنها در اول شب چه در زمستان و یا تابستان آمیزش نکنید، زیرا معده ها و رگ ها پر است و برای آمیزش مناسب نیست و موجب بیماری های سختی مانند قلنج و نقرس، سنگ مثانه و چکیدن ادرار و ضعف و رقیق شدن چشم می شود.
هرگاه خواستی آمیزش کنی در آخر شب انجام بده که برای بدن مناسبتر و برای فرزنددار شدن امیدوارتر و اگر خداوند فرزندی را برای شما مقدر کند عقل وی را پاکیزه تر می سازد. شکم پر می تواند لذت رابطه جنسی را از هر دو طرف بگیرد. از همین رو لازم است با فاصله مناسبی از صرف غذا اقدام به رابطه جنسی با همسر نمود. دو، داشتن یک مکان مطلوب برای ارتباط جنسی. برای داشتن یک رابطه جنسی مناسب باید مکان مناسبی را به آن اختصاص داد. این توجه از دو جنبه است. از یک جنبه آن بحث تربیتی است و جنبه دیگر آن آرامش همسران است. جنبه تربیتی آن این است که فرزندان و یا دیگر افراد خانواده نباید صدایی از این رابطه به گوششان برسد، چرا که می تواند آسیب‌های تربیتی را برای فرزندان به همراه داشته باشد. از این رو بسیار سفارش شده است که در مکانی که کودک در آن حضور دارد از آمیزش جنسی خودداری شود. برخی از والدینی که امروزه از رفتارهای نابهنجار جنسی فرزند خود شکایت دارند و هنگامی که از ایشان سوال می شود ریشه آن را در برقراری ارتباط جنسی خود می دانند که در اتاقی که نوزادشان در گهواره بیدار بوده است و این افراد به گمان اینکه ایشان را نمی بیند اقدام به رابطه جنسی با یک دیگر کردند. رابطه جنسی برای زن و مردی که زوج هستند دارای برکات بسیاری است، ولی دیدن و یا شنیدن این رابطه برای دیگران آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت. در ضمن باید مکانی که برای این دست از ارتباط در نظر گرفته می شود مکانی تنگ نباشد تا زن و شوهر بتوانند با هم رابطه جنسی خوبی داشته باشند. یک، آماده کردن همسر. یکی دیگر از نکات بسیار مهم در رابطه جنسی با همسر آماده کردن اوست. مردان به سرعت می توانند وارد رابطه جنسی شوند، ولی زنان این گونه نیستند. زنان نیاز به آن دارند که برای این کار آماده شوند و بدون این آمادگی نمی توانند از رابطه جنسی با همسر خود لذت ببرند. خوشبو کردن و آراستن برای یک دیگر. یکی از مواردی که هم زن باید به آن توجه داشته باشد و هم مرد بحث خود آرایی برای رابطه جنسی با همسر است. خود آرایی مخصوص زن نیست، بلکه مرد هم باید لباسهای مناسبی برای ارتباط جنسی بر تن کند. این یک امر دو طرف است، به این معنا که اگر مرد دوست دارد که همسرش با لباسی آراسته و زیبا برای ارتباط جنسی حاضر شود، او نیز باید لباسهای مناسبی که همسرش دوست دارد بپوشد. بیان خواسته های جنسی خود. زن و مرد باید از میل‌ها و علایق جنسی یکدیگر باخبر باشند تا بتوانند در رابطه جنسی آنها را برای دیگری تامین کنند. برخی از زوج‌ها به خاطر حیای افراطی که در این زمینه وجود دارد از بیان خواسته های خود در این امر غافل می شوند و به علت تامین نشدن آن نمی توانند از رابطه جنسی مطلوبی برخوردار شوند. خوب است زن و مرد قبل از رابطه جنسی و یا در حین رابطه جنسی با همسر خود علایق، امیال و نیازهای جنسی خود را بیان دارند. اگر نسبت به عمل جنسی رضایت ندارد، نباید این کار از سوی همسر در رابطه جنسی انجام شود. هم آغوشی با همسر بعد از ارتباط جنسی. یادمان باشد که رسیدن به اورگاسم انتهای یک رابطه جنسی مطلوب نیست. جدای از آن که جسم زن و شوهر از این رابطه جنسی باید لذت برده و تامین شود، نیاز است که روح ایشان نیز از این رابطه بهره گیرد. از همین رو برخی از افراد میان اورگاسم و انزال تفاوت قائل شدند.
اورگاسم مرحله است که هم انزال صورت گرفته است، بدین معنا که جسم مطلوبیتی که از یک رابطه جنسی طلب می کرده است به آن رسیده است و هم لذتی که روح می خواسته است به آن رسیده است. این نکته را توجه داشته باشید که نیازی نیست هر رابطه جنسی در هفته به مرحله اورگاسم برسد، ولی سعی کنید هفته یک بار این تجربه را با همسر خود داشته باشید. سعی کنید بعد از رابطه جنسی در کنار یک دیگر بمانید و صحبت کنید. شاید یکی از زمانهایی که میتوان در مورد آینده زندگی با همسر صحبت کرد بعد از یک رابطه جنسی مطلوب است. ذهن در این زمان دیگر بسیاری از دغدغه‌های دروغین را ندارد و زمان خوبی است که با یک دیگر در بستر به گفتگو بپردازید. حمام کردن با هم چقدر خوب است. به این نکته پایانی نیز خود را ملزم کنید، نه برای همه رابطه‌های جنسیتان در طول هفته با همسر، بلکه اگر می توانید فقط یک بار در هفته نیز این کار را بکنید. خیلی خوب است با هم به حمام بروید. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.